آشنایی با داشبورد سازی. توی این فیلم آموزشی قصد داریم هم با اضافه کردن سربرگ دیولوپر به محیط اکسل که از پیش نیازهای اساسی داشبورد سازی آشنا بشیم، همین که بیایم یه نمونه داشبورد خیلی ساده رو ببینیم و به طور کلی با ساختار یه داشبورد داشته بشیم، ببینیم یه داشبورد چه کاربردی داره و اصلا چه کسایی نیاز دارن که از داشبورد استفاده کنند. خب اول از همه بریم سربرگ دیولوپر رو اضافه کنیم. برای اضافه کردن سربرگ دیولوپر من میتونم بیام روی این قسمت سربرگ ها قرار بگیرم، راست کلیک کنم و در اینجا توی قسمت کاستومایز د ریبون بیام تیک دیولوپر رو فعال کنم و روی اوکی کلیک کنم. یه کار دیگه هم میتونم بکنم، میتونم برم از سربرگ فایل، گروه آپشنز، اینجا روی کاستومایز ریبون کلیک کنم و تیک دیولوپر رو فعال کنم. در آخرم باید روی اوکی کلیک کنم. خب الان اینجا میبینیم که سربرگ دیولوپر به محیط اکسل ما اضافه شد که حالا میتونیم ازش اینجوری استفاده کنیم. بخش مختلفش که حالا بنا به کاربرد در قسمت‌های بعدی آموزش بهشون اشاره میکنیم. من در اینجا یه لیستی دارم که حالا مثلا میتونیم بگیم که لیست فروش یه سری از پرسنل من توی 6 ماهه اول ساله، که حالا اینجا من اسم پرسنلم رو نوشتم و جلوی اسم هر کدومشون اومدم میزان فروشش توی هر ماه رو نشون دادم. خب من الان اینجا حدودا مثلا 20 تا یا 30 تا پرسنل دارم، یعنی 20 یا 30 تا سطر فعال. خب حالا زمانی که میخوام این گزارشم رو ارائه بدم به مثلا مدیر بالادستی خودم، من جز مدیران میانی یه شرکتم، میخوام به مدیر ارشد خودم گزارش ارائه کنم، میخوام به طور مثال بیام از عملکرد آقای احمدی توی 6 ماهه اول سال یه دونه نمودار ارائه بدم، میام اینجا سربرگ اینسرت و هر نموداری که میخوام رو انتخاب میکنم، اول اینجا این محدوده رو انتخاب میکنم و بعد نمودار مورد نظرم رو میکشم. خب حالا مثلا این نمودار رو مورد بررسی قرار دادم، کارم با این نمودار تموم شد، میخوام بیام عمل کرده آقای حامدی هم مورد بررسی قرار بدم. حالا یه بار دیگه من این اول حذفش میکنم، بعد بیام داده های مقابل آقای حامدی رو روش کلیک کنم، برم سربرگ اینسرت و دوباره یه نمودار دیگه رسم کنم. خب من اگر بخوام برای هر کدوم از 30 تا پرسنلم یه دونه نمودار از عمل کرده 6 ماهه اول سالشون رسم کنم، باید حدودا 30 تا برگه رو مورد استفاده قرار بدم و دونه دونه بیام براشون نمودار رسم کنم. این شکل گزارش رو اصطلاحاً بهش میگن گزارش تک صفحه‌ای. خب گزارش تک صفحه‌ای پس چی شد؟ یعنی من مثلا میام از این تیبلی که اینجا دارم یه دونه پرینت میگیرم و به عنوان گزارش تحویل مدیر بالادستی میدم، یا مثلا میام این اعدادی که اینجا دارم رو با هر کدومشون یه نمودار رسم میکنم و مجددا حالا جایی که قرار گزارش بدم اونو ارائه میدم. حالا ما میخوایم با مفهوم جدیدی آشنا بشیم، مفهوم داشبورد سازی یا نمودارهای داینامیک. من زمانی که اومدم برای آقای احمدی نمودار رسم کردم، نمودار من یه نمودار ثابتی بود، یعنی دیگه اینجا تغییری توی این نمودار من ایجاد نمیشه مگه اینکه بیام اینجا توی قسمت سلکت دیتا دیتایی که دارم رو تغییر بدم. من نمیخوام این کارو بکنم. اما زمانی که بحث گزارش دادن پیش میاد، اینکه بخوایم توقع داشته باشیم مثلا مدیرمون بیاد همچین کاری بکنه، توقع به جایی نیست. من میام برای اینکه داده هم تغییر کنه از نمودارهای پویا یا داینامیک استفاده میکنم. خب حالا استفادهش به چه شکل هستش؟ من در قسمتهای آینده در مورد داشبورد سازی توضیحات کاملی میدم. من در فیلم های آموزشی آینده در مورد نحوه رسم همچین نمودار داینامیکی صحبت خواهم کرد، اما الان حالا با توجه به اینکه اومدیم نمودار تک صفحه‌ای و مورد بررسی قرار دادیم، میخوام بیام یه نمونه داشبورد خیلی ساده هم در اینجا کنار نمودار تک صفحه‌ای قرار بدم. خب من به شیت دومم میرم. در اینجا میبینیم که من یه جدول کوچیک اینجا دارم و یه نمودار اینجا. خب جدول
نشون دهنده اطلاعات فروش آقای دهقان تو 6 ماهه اول ساله. من اینجا میتونم با یک کلیک تمام این جدول رو و این نموداری که اینجا دارم رو تغییر بدم. خب مثلا من اینجا میام روی اسم حیدری کلیک میکنم، میبینیم که هم جدول من تغییر کرد، هم اطلاعاتی که توی نمودارم داشتم. حالا اگه مثلا بیام یه اسم دیگر رو انتخاب کنم، محمدی یا هر اسم دیگه ای، اطلاعات جدول من و نمودار من تغییر میکنن. و حالا موقعی که من گزارشم رو ارائه میدم، مدیر بالا دستی من خیلی راحت با یک کلیک میتونه از میزان فروش هر کدوم از پرسونل اطلاع پیدا کنه. میبینیم که بازم با کلیک کردن تمام اطلاعات تغییر میکنه. پس با اضافه کردن سربرگ دیولوپر و حالا گزارش تک صفحه‌ای و داشبورد نویسی آشنا شدیم. حالا در قسمت‌های بعدی با نحوه ساختن داشبوردهای مختلف و حالا استفاده کردن از این نمودارهایی به این شکل و یا جدولهایی به این صورت آشنا خواهیم شد.